برای اینی که به مسئله هوشمندی و مسئله در واقع اطلاعات و اینفورمیشن برسیم، به اصطلاح یک مسئله در واقع تعریف میکنیم، یک واقعیت وجودی، یعنی هر وجودی در واقع یک سکه است که دو رو داره. یکی واقعیت وجودی است، یعنی تعریف در واقع واقعیت وجودی یعنی که واقع شده، حادث شده. یکی حقیقت وجودی است. حقیقت وجودی میخواد پشت صحنه رو برای ما چیکار بکنه؟ مورد بحث و گفتگو قرار بده. و حقیقت وجودی میخواد علت وجودی و نحوه وقوع رو برای ما بگه، میخواد طرح وجودی و مسائل پشت پرده رو به اصطلاح عنوان بکنه و میخواد در واقع کیفیت وجودی یک پدیده رو بگه. مثل تصویر در یک آینه نیاز راجع به کیفیت وجودی صحبت کنیم. درسته واقعیت داره، اما کیفیت شناسی بحث‌های رو برای خودش میطلبه. فرض بکنیم که مطابق شکل یک الف ما یک صفحه داریم. خب این صفحه آیا واقعیت داره یا نداره؟ واقعیت وجودی داره یا نه؟ یعنی فرض کنید یه صفحه رو ما اینطوری میگیریم دستمون، این واقعیت داره یا نداره؟ خب این واقعیت داره، چون حادث شده. درست شد یا نه؟ حالا اگر که ما بیایم این صفحه رو حول یه محور به چرخش در بیاریم، همونطور که در شکل ب دیده میشه، همه جا شکل ب دیده میشه، چه اتفاقی میفته؟ نهایت قضیه ما به یک استوانه میرسیم. درست شد؟ ما به یک استوانه میرسیم. خب این استوانه آیا واقعیت داره یا نداره؟ داره؟ داره؟ واقعیت داره، چون حادث شده، چون داره ما یه استوانه میبینیم. زمانی که راجع به واقعیت صحبت میکنیم دیگه نمیگن که، میگن شما چیکار داری که پشتش چیه؟ شما میگه آیا اینجا استوانه هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ خب پس واقعیت وجودی داره. اما اگر بگیم که آیا حقیقت وجودی داره چی؟ آیا حقیقت هم داره؟ میگیم نه. به محض اینکه ما جلوی حرکت صفحه رو بگیریم چی میشه؟ اصلا استوانه این وجود نداشته. درسته؟ حالا میرسیم به یک سوال، و اون این که من، شما و این جهان هستی مادی واقعیت داریم یا نداریم؟ واقعیت داریم، برای اینکه حادث شدیم وجود داریم. آیا حقیقت وجودی داریم؟ داریم؟ خب عرض کنم خدمتتون که بیایم و اون جهان هستی مادی رو که میشناسیم، ماده انرژی رو در نظر بگیریم. حالا این دو تا بخش رو در نظر بگیریم. بخش مادی اون رو هر جا نگاه میکنیم، اجرام سماوی تا میاد اینجا به ماها میرسه، از چی تشکیل شدیم؟ از مولکول ها. درسته؟ از اجرام سماوی گرفته تا بیاد به ما برسه، از مولکول ها. خب حالا مولکول ها از چی تشکیل شدن؟ از اتم ها. درسته؟ یک اتم رو ما در نظر بگیریم، خب، و برای اینی که خوب بتونیم بررسیش بکنیم، حد در واقع حجمش رو بزرگ در نظر بگیریم، مثلا اندازه یک میدان شهری اونو در نظر بگیریم. خب حالا ما از دور نگاه میکنیم یک کره عظیم داریم میبینیم که قطرش برابر قطر یک، مثلا فرض کنیم که میدان شهری، یک زمین فوتباله. خب این چیزی رو که داره میبینیم واقعیت داره یا نداره؟ داره؟ داره، برای اینکه حادث شده و داریم میبینیمش. اما آیا حقیقت وجودی هم داره؟ بله؟ چرا نداره؟ چون اون چیزی رو که ما داریم میبینیم ناشی از حرکت الکترون هاست، همون چیزی که بهش ابر الکترونی به اصطلاح میگیم. الکترون ها دارن میچرخن، ما یک حجم عظیمی رو میبینیم.
اگر حرکت الکترون ها رو متوقف کنیم چی باقی میمونه؟ مثلا فرض کنید در سطح جسم من حرکت الکترون ها در یک لحظه متوقف بشه، چی باقی میمونه؟ به اندازه سر سوزن مجموع هسته های این اتم ها باقی میمونه. خب بفرمایید که من که مقابل شما وایستادم مجازی هست تا اینجا شو، حالا بقیه بحث و کاری نداریم. من که در مقابل شما ایستادم مجازی هستم یا غیر مجازی؟ خب بنابراین آن چرا که ما داریم مشاهده میکنیم در بخش مادی میرسیم به حرکت. حالا وقتی که به اصطلاح هسته رو هم در نظر بگیریم، حرکت پروتون، نوترون، بعد داخل ذرات، زل ذرات، همه رو در نظر بگیریم تا بیاییم برسیم به کوارک‌ها و بعد برسیم به بنیادی ترین ارتعاش که حالا الان می‌نویسم، پس این بخش ناشی از حرکت و مجازی. حالا خود انرژی رو در نظر بگیریم. خود انرژی چی؟ خود انرژی هم موجه، درسته یا نه؟ موج چی؟ یعنی چی؟ موجه، طول موجه، فرکانس، اینا یعنی باز چی؟ باز یعنی حرکت. خب خود ماده هم انرژی است، موج متراکمه. یعنی از اون ور بریم به حرکت میرسیم، از این ور هم بریم به حرکت میرسیم، درسته؟ مثلا ما اگر که بیاییم خب ماده رو در نظر بگیریم، این ماده مساوی با مجموعه خب مجموعه ذراتی دیگه، درسته؟ یعنی میتونیم بگیم که و همینطوری. خب دوباره هر کدوم از اینا رو در نظر بگیریم، دوباره خودش مجموعه ایست از الی آخر، درسته؟ و انتهای قضیه به چی میرسیم؟ انتهای قضیه میرسیم به یک ارتعاش بنیادی، یعنی ساده ترین ارتعاشی که از اون دیگه ساده تر تصورش برای ما غیر ممکنه، چون اگه بازم باشه بازم باید بریم پایین تر. و این ارتعاش بنیادی چیه؟ ارتعاش بنیادی حرکته. خب حالا اگر از این ارتعاش بنیادی عبور کنیم به چی میرسیم؟ اگر جهان هستی از حرکت آفریده شده، عاملی که به این حرکت جهت میده، به این حرکت ها، یعنی تعداد حرکت های موجود در یک اتم غیر قابل شمارشه. عاملی که به این ارتعاش بنیادی جهت میده که بعد از این کوارک ها ایجاد میشه و بعد از اون نمیدونم میرسه انتعاش به پروتون و نوترون و الکترون و همین ماجراها، عاملی که میاد جهت میده که از درون اون سیستم های سازمان به وجود میان، اسم اینو چی بذاریم؟ اسمشو میذاریم شعور، هوشمند. این قرارداد ماست، شعور، هوشمندی یا آگاهی. حالا البته قبل از این یه چیز دیگه هم اینجا میتونستیم، یا به هر حال فرق نمیکنه قبلش یا بعدش، صحبت بکنیم. پشت هر عاملی، پشت هر قضیه عامل کنترلش خابیده، قبول داری یا نه؟ یعنی هر این اصلی است که ما بهش میرسیم. در واقع هر چی رو که داریم، هر ارتعاشی داریم، هر چی داریم، پشتش عامل کنترل میخوایم یا نمیخوایم. اون عامل کنترلش اینفورمیشنشه، نرم افزارشه، درست شد یا نه؟ بعد از اینه که عامل کنترل رو در واقع الان با هم قرارداد بستیم، عامل کنترل خودش ایجاد کننده میخواد، که در واقع ما عامل کنترل رو الان ازش پریدیم،
به خاطر اینکه بتونیم با همین بحث رو جا بندازیم. پس یه عامل هوشمند پشتش میخوان، درسته؟ این قبل از اینکه به عامل هوشمند برسه، عامل کنترل. بعد از اینکه عامل کنترل رو رد کردیم، میرسه عامل ایجاد کننده اون کنترل که میشه شعور. درست شد یا نه؟ شعور رو ازش عبور کنیم به چی میرسیم؟ فرض کنید که فرض همش داریم فرض میکنیم. فرض کنید که از اون عبور کردیم، به چی میرسیم؟ عاملی که یا منبعی که اون شعور رو در واقع دوباره ایجاد کرده. دیگه از اونجا بعدم نمیریم، اسمشو میذاریم ایکس. اینجا جایی است که غیر قابل تعریفه. هر الکترونی در ثانیه بی‌نهایت بار از اینجا عبور میکنه، جایی که نه اسم داره، نه نام داره، نه قابل تعریفه، هیچ کدوم از اینا نیست. اینجا رو میگیم، فرض کنید میگیم که هیچ قطبی، فرض کنید که بگیم عدم، فرض کنید هر چی که دوست دارید. اینا قراردادهایی است که ما داریم میبندیم.